شنگ رجمن با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید آتیس جان الو بفرمایید خانم الو سلام علیکم آقای دکتر سلام عزیز من 8 9 دقیقه وقت دارم در خدمتم جان واقعیتش من پسرم میخوام باهاتون صحبت کنم گوشی میدم ایشون من زیاد مزاحم نمیشم الو. الو جانم سلام عزیز من یه سوال جنرال من این پرسنال جنرال در مورد مثلا کانسپت داره بگم سایکالوجی هست چون من مامانم به حرفهای شما خیلی گوش میده حالا اون بحثی داشتم در مورد اپینین در مورد یه چیز متفاوت بود آقای دکتر میشه میشه گفت که همه چیز دنیا ریلیتیوه یعنی خوب و بد یا زیاد کم فقط موقع معنی میده که شما نسبت به یک چیزی که دارین مقایسه میکنین خودش به تنهایی بینینگ خیلی نداره نه متوجه نه ببین عزیزم در دو تا زمینه رلاتیویزم یا اون نسبیاتی که تو میگی معنی نداره یکی درباره اصول اخلاقیه یعنی وقتی بحث عدالت آزادی محبت یکی هم درباره اصول اصلی است که میگن ما باش توافق کنیم یک تو نمیتونی بگی تفاوتی بین مرگ و زندگی نیست بین درد و رنج نیست بین رشد و توقف نیست بین آزادی و در حقیقت زندان نیست اصولا گفته میشه ما چهار تا اصل رو میپذیریم زندگی بهتر از مرگ لذت بهتر از درد رشد بهتر از توقفه و آزادی بهتر از قید و بنده اگر تو این چهار تا رو بپذیری اگر اصول اخلاقی قبول کنی میشه درباره موضوع صحبت کرد ولی رلاتیو بودن تغییری در اوضاع نمیده عزیز مثل که تو برگردی بگی همه پول داره. خب بر به اعتبار همه پول دارن ولی یه کسی یه تومن یا یه دلار داره یه کسی یه میلیون یا یه میلیارد داره ما وقتی به زندگی نگاه میکنیم مثلا در امریکا گفته میشه خانواده چهار نفری 75 یا 90 هزار دلار با در سال داشته باشه خب معلومه که رلاتیو شما ها ولی تو اگر هزار دلار 2000 دو دلار داشته باشی از گرستگی میمیری بنابراین نسبیت رو خیلی ازش کجا استفاده کنی عزیز به من بگو بحثی که با ما داشتی متوجه مثلا مثلا, نسب... مثلا چیز حالا آره شما درست میگه اینه چیزای مثلا مثل ش... مرگ و زندگی خیلی بلک اور وایت تره تا نسبیت مثلا مثلا پولدار بودن موقع معنی میده که شما نسبت به یکی دیگه پولوش داشته باشی اگه همه الان میلیونر بشن دیگه میلیونر بودن پول بودن محسوب نمیشه خب حالا خب 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 حالا خب اصلا چه ناید. فرقی دایم. میکنه اول معنی میده ببین عزیز من تو بالاخره یه آدمی هستی که با کمی از به روی یکی سی یه میلیون داره یکی دو میلیون داره این دو برابر اون داره فرقی نمیکنیم کنیم که تو فرقی نمیکن؟ تا به من بگی در جهت رفع نیاز های اولیه مثل خورده خوراک فرقی نمیکنه بعد. بله برای که آدم بهترین غذا ها هم بخورن مثلا 100 دلار یا 200 دلار در میاد بدترینش هم دو دلار خب معلومه یا لباسی که بپوش نه که فرقی نداره منظورم اینه که نه که موقع یکی میشه ریچ باشه که یکی دیگه پول از اون کمتر داشته باشه که شما بتونین به یکی دیگه پول حالا حالا حالا, حالا, دیمارات حالا, حالا, دیمارات حالا چرا متوجه این بحث ها هستم ولی حالا ازش میخواید چه نتیجه ای بگیری عزیز نه از این نتیجه میگیرم چون خیلی وقتا مثلا آدم ها مثلا میگن مثلا مثلا, مثلا نظر خوشبختی میگن مثلا یکی هست یا نیست ولی آخه روی اینا کار کردن نه نه ببین عزیز دل صبر کن روی خوشبختی چرا دو تا دانشگاه به رهبری دانشگاه شیکاگو و میلان 25 سال با خرج 90 میلیون توی 100 روی 100 نفر تو 100 کشور مطالعه جواب در آوردن این که دیگه مساله نظر عقیده شخصی نیست آقا تویی که میخوای یه نگاه علمی و فلسفی موضوع بکنی اونجایی که علم جواب داره که تو نمیتونی بگی نظر چیه مثلا قبول نرم کسی راجب خوشبختی حرف بزنه مثل یکی کسی بخواد درباره سینوس یا مثلا تانژانت حرف بزنه بگی من نظرم اینه یا درباره زوایای مثلث حرف بزنه آخه اینا دنیای علم عزیز خوشبختی وقتی نظم در مغزه دیگه این بحث هیچ ارتباطی به آدما نداره برای من دنبال عقیده کسی برای خوشبختی نیستم اینکه خوشبختی هر چی کسی در یه چیز بینه حرفای مفت بی است حتی درباره زیبایی ما یه اصول داریم حتی میدونیم برای که کودک انسانی اصلا به زیبایی و زشتی پاسخ میده همطور که به بو میده بنابراین تو به من میگی یه چیزای نسبی است متوجه هستم ولی مهم اینه که بعدا میخوایم راجبه چی با هم اشکال و اختلاف داریم که یکی میخواد از مطلق بودن استفاده کنه یکی از نسبیت که با هم اختلاف پیدا تو کجا با مادر مسئله اینکه تو برگردی بگی وقتی شما میگید کسی ثروتمنده در مقام مقایسه با دیگرانه خب این حرف هم درسته هم غلطه ولی دقیق نیست خب مشکلی رو حل نمیکنه برام این برمیگردیم ای که مثلا یه میلیون داره با کسی که 100 میلیون داره این دو تا فرقی نمیکنن خب میکنن حالا چقدر فرق میکنه م... م... یه, یه حرف شما قرار دارین در مورد مثلا شما میگفتین در مورد بیوتی یا مثلا اتراکشن این چیزا مثلا این آیه میشه هر سوسایتی بیوری آدم ها با اون بزرگ شدن یعنی خب اونا داره اون ولی اونا نه نه, نه سب کنی ولی اتحال رو سب کن از اینجا وقتی میگم مطالعات مردم شناسی انتروپالاجی نشون داده آمدن 100 تا توریست رو بردند مردمان یکی از این قبایل ابتدایی استرالیا رو چک کردن بعدا گفتن توی اینا شما سه تا زن زیبا سه تا مرد خوشتیپ رو بیرون بیارید این صد تا توریست امریکایی این کار کردن بعد رفتن در مردم قبیله هم اونا رو انتخاب میکنن بنابراین یه چیزایی هست از... یعنی میخوام بگم یه چیزایی هست که اونقدر مایه فرهنگی نداره ما یه اجتماعی نداره بله تو اون مسیر حرکت میکنیم ولی در عین حال خود زیبایی اصولی داره عزیز یه اصولی داره که مثلا یه مستطیلی که نسبت زل بزرگتر به کوچکتر مساوی باشه و نسبت مجبوع اونها به زل بزرگتر به نظر زیباتر میاد به همجاز که کاغذهایی که ما داریم مثلا هشت در یازده فرض کن این چه برای که این همون ترکیبه آه. یعنی چیزی که میخوام بگم آه. یه اصولی تو این زمین یا فرض کنید موسیقی ولی اینکه تو بخوای باش مطلق بحث بکنی تو من میخوای بگی یه جهانی که سیاه و سفید کمی داره یا به یک اعتبار هیچ خاکستریه ولی خاکستری تیره و خاکستری روشن داری حالا بخوای ازش چه نتیجه ای بگیری و بعدم وقتی با مادرت این بحثا رو میکنی شما چند سالت عزیز 25 سال اوکی بری گود چی خوندی چی میکنی عزیز من الان سال دو مرسکو مرس مرس هستم آنگر من بایو کمیستری با بیهیوری و نور ساینس خوندم الان آلی. سال دو پزشکی هستم عالی بسیار عالی. از این بابت بسیار خوشحالم. اگه دلت بخواد، اگه دلت بخواد به جایی که با مادر بحث کنی بیا سر به سر من بگذار. باشه. حالا یه سوال من الان میام وقت من خواستم. پس شما در میگین آخه خیلی یاد اینین مثلاً مثلا پاپ کالچر چه معنی میگن بیوتی یه چی هست ولی شما میگین خیلی ابجکتیویتی ابجکتیویتی هم تو سرزم شو, شو. عزیز من شما بیا بچه کوچک رو ببین عزیزم تو بیا بچه کوچک رو یه شیرینی بهش بده واکنششو ببین یه چیز تلخ بده دست. یا سیگار بده به دهن هر کسی که تا نکشیده بعدا واکنش نشون میده حداقل پس یه ملاکی داریم که یه چیزی هست که با طبیعت انسان سازگار نیست بعد به تدریج عادت میکنه تو الان من تو بیام یه ذره پرس کن تریاک بخوریم میمیریم من آدمایی دیدم که تریاک نخورن میمیرن چون به تدریج اینا کشیدن بعد خوردن بعد بیشتر بیشتر حالا نخورن میمیرن ولی معناش اینجا نیست که نسبیته معناش نیست که شما این چیز رو عوض در برواره اصلا میکنی هم نسبیت بذاری بگذار مهم اینه که بعدا میخوای در چه زمینه ای چه نتیجه ای بنابراین اگر سر درد میکنه سر به سر مادر میذاری ایشون رو را راه کن یا سر به سر من بگذار که من هم بزنم یه چیزای پرسنال در مورد خودم هست که به این بحث باز شد حالا شما دقیقاً نمیتونم حتما ندارم ندارم بنابراین یه وقت دیگه میذارم کجا گیری من بنابراین هر وقت خواستی بیا با هم کاری میکنیم خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز خوشحال شدم مرسی از